خانم آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. در آخر هفته همیهنان گرامی در سه کشور مصر، یونان و فرانسه انتخابات در دو کشور انتخابات نمایندگان مجلس صورت گرفت و در مصر انتخابات برای دور دوم ریاست جمهوری. در یونان مردم این بار عاقلانه تر، یعنی نه از سر خشم بلکه از سر تعقل، آمدن و حساب کردن که اگر در انتخابات به حزب دست راستی و چپ افراطی رأی بدن، ناچار کشورهای اروپایی یونان رو از اتحادیه اروپا و دایره یورو اخراج میکنن و در نتیجه یونان با قرض‌های بسیار سنگینی که به دوشش هست باید این دوران بسیار مشکل اقتصادی رو، یعنی ورشکستگی کامل رو، بپذیره. در فرانسه حزب سوسیالیست فرانسه و نیروهای چپ موفق شدن تقریبا اکثریت کامل مجلس نمایندگان رو به دست بگیره، همونطور که شنیدید. در بسیاری از حوزه ها نمایندگان بسیار معروف حزب آقای سرکوزی بازنده شدن. و در مصر، همیهنان گرامی، اوضاع طوری دیگری داره رقم میخوره. اولا شورای نظامی با نظارت کامل و در جریان این اوضاع بسیار متفاوتی که در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری هست، توانسته اختیارات خودش رو بسیار وسیع‌تر از اون چیزی که تا به حال تصور می‌شد به تصویب برسونه، به تصویب شورای عالی نظامی. خب می‌دونید هفته گذشته ناگهان شورای قانون اساسی، حفظ قانون اساسی مصر، انتخابات مجلس ملی رو که در اون سلفی ها و اخوان المسلمین برنده اصلی بودن و تقریبا 80% 70% مجلس رو گرفته بودن، غیرقانونی اعلام کرد و گفت اخوان المسلمین و سلفی ها اون مقدار کاندیدای خودشون رو علاوه بر این که به مجلس فرستادن، از سهمیه کسانی که به عنوان مستقل قرار بوده در انتخابات شرکت کنن سوء استفاده کردن و اون مستقل ها هم افراد خودشون رو جا زدن آورد. و از طرفی هم این تصویب نامه ای رو که قبلا این سلفی ها و اخوان المسلمین در مجلسی که بعدا معلوم شد قلابی بوده به تصویب رسونده بودن که تمام کسانی که با آقای حسنی مبارک همکاری داشتن نمیتوانند در فعالیت‌های سیاسی آینده شرکت کنند، اینم لغو کرد. بنابراین نتیجه انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در مصر، همیهنان گرامی، تا پنجشنبه تعیین خواهد شد. ولی از حالا آقای مرسی اعلام کرده که برنده انتخابات من هستم، یعنی کسی که رسما کاندیدای ریاست جمهوری اخوان المسلمین نیست ولی همه میدونن که وابسته به اخوان المسلمین. و آقای احمد شفیق، کسی که فقط 20 روز نخست وزیر آقای حسنی مبارک بوده، اون هم اعلام کرده که من برنده انتخابات. اما همیهنان گرامی، اگر چنانچه اخوان المسلمین در مصر قدرت رو در دست بگیره، یک بدبختی بزرگ برای مصر این هست که
اولا درست شرایط ایران در اونجا پیاده خواهد شد اگر چنانچه نیروهای نظامی یعنی شورای عالی نظامی خودشو بکشه کنار. آخه یه جا هم شورای عالی نظامی گفته ما به محض اینکه رئیس جمهور قانونی انتخاب بشه تمام اختیاراتمون رو وابسته میکنیم به رئیس جمهور جدید. از یه طرف دیگه شورای نظامی اختیارات خودشو زیاد کرده و معلوم نیست بعد از اینکه رئیس جمهور منتخب انتخاب بشه از طرف مردم چه نقشی رو این نظامیان در پیش خواهند گرفت. اما حالا اگر چنانچه اخوان المسلمین بیاد رو کار بیان رو کار رئیس جمهور از طرف اونها باشه و مجلس را هم در انتخابات بعدی اینا ببرن، من تصورم این است که دوران بدبختی مصر شروع خواهد شد. چرا؟ برای اینکه هیچ توریست خارجی حاضر نیست به کشوری پا بذاره که های سلفی و اخوان المسلمین رو ببینید. یعنی حیرت آورن اینا افکار و عقاید. فکر کنید 25% مردم مصر قبطی هستن، مسیحی هستن. بسیاری از مردم مصر آدم های سکولار هستن. این کشور سابقه تاریخی چند هزار ساله داره و در تمدن جهانی سهم عمده مثل ایران. حالا در یه همچین کشوری که فاروق رو همونطور که براتون گفتم به عنوان پادشاه افسران آزاد در رأسشون نجیب سلشکر نجیب سودانی و محمد و عبدالناصر و محمد انور سادات که اینا جزء شورای عالی به اصطلاح سرهنگای ارتشی های آزاد بودن، آوردن ملک فاروق و با خانوادهش در یک کشتی گذاشتن، جواهرات خانوادگی اینا رو هم بهشون دادن با احترامات کامل نظامی، با 21 تیر توپ شلیک کردن ایشون رو روانه ایتالیا کردن. و موقعی هم که فاروق مرد جنازه او رو آوردن و در مصر با احترامات نظامی به خاک سپردن. حالا بیایید ایران ببینید رفتار این روزخانها چگونه بود. ریختن آرامگاه رضا شاه رو خراب کردن، بعد گفتن اینجا رو میخوایم مسترهای عمومی بکنیم، تمام آثار تاریخی گذشته رو الان دارن نابود میکنن، آثار باستانی ما رو دارن نابود میکنن، مملکت رو به جایی رسوندن که این اصفهان خیابان چهارباغ رو که در از طرف یونسکو جزء آثار تاریخی جهانی بود داره میاره بیرون. برای این روزخانه‌ها، برای این پشمکی‌ها، اینا مهم نیست. مگه ندیدید در طالبان در افغانستان مجسمه عظیم بودا افتخار اون منطقه بود، زدن با یه انفجار نابودش کرد. برای اینا مهم نیست همیهنان گرامی. حالا اینا رو گفتم که اشاره کرده باشم به این وقایع، ولی بدبختی ملت مصر از زمانی شروع خواهد شد که این آدم خورای سلفی به خصوص و اخوان المسلمین قدرت رو در مصر در دست بگیرن و مملکت رو مذهبی کنن. یعنی شروع فرار قبطی ها مسیحی ها، شروع فرار نمیدونم سکولار ها، یعنی مملکتی درست میکنن که درست مثل ایران، با این تفاوت که اینها از حالا زدن تو پوزه آخوندهای ما و گفتن که ما تابع اتحاد عربی هستیم. بله، خلیج عربی، اتحاد عربی با پولهای عربستان سعودی که در سال 300 میلیارد دلاره، که مجموعه کشورهای حوزه خلیج فارس که جمعیتشون به 30 میلیون نمیرسه، به 30 میلیون 700 میلیارد دلار درآمد داره. اینا رو میتونن کمک بکنن به همین سلفی ها و نمیدونم اخوان المسلمین تا در اونجا قدرت، همطور که در تونس دارن این کار میکنن، همطور که در کشور الان در سوریه، حالا اینا رو که بحثایی که قبلا کردیم، حالا از این بحثا میگذریم میایم سر مسائل ایران. امروز همیهنان گرامی مصادف با سال، یعنی روزی که هنوز ما در لس آنجلس توش هستیم، با سال روز کشتن وحشیانه ندا آقاسلطان، که این رژیم دروغگوی ملاها و آخوندها و روزخانها هنوز دیاغش به جیگرشون مونده. این مرگ
ندا آقا سلطان حیثیت نداشته اینها رو در جهان بیشتر و بیشتر رسوا کرد، از بین برد. در اون لحظه ای که ندا آقا سلطان خورد زمین، در اون چند ثانیه که بچه های ما تصویر جان کندن این دختر شجاع ایرانی رو، این دختر همه مردم ایران رو در صحنه های دوربین های کوچک خودشون، این گوشی های تلفن ثبت کردن و بلافاصله به جهان مخابره کردن، حکومت جمهوری اسلامی سبوعیتش، نه برای اینکه مردم نمیدونستن، ولی تا این حد هیچ کس نمیدونست، هیچ کس نمیدونست جمهوری اسلامی چه رژیم جنایتکاریست که مردم ما رو تا 2 سال قبل خونشونو در شیشه کرده بود. هیچ کس باور نمیکرد هرچی ما میگفتیم، هیچ، فقط گاه بیگاهی گزارش هایی بود از طرف این کسان در مجامع بین المللی، نمیدونم مجامع غیر وابسته راجع به نقض حقوق بشر در ایران، ولی هیچ کس باور نمی کرد که چه جنایتکارانی در مملکت ما حاکمن و دست به چه جنایت کثیفی می زنن. صحنه‌ای از تصویر ندا آقا سلطان عمیانه، هیچ کس باور نمی کرد اینا رو. هیچ کس نمی تونست بفهمه که اراذل و اوباش روزخان بزرگ خامنه‌ای چگونه با موتورسیکلت، در حالی که یه نفرم در تنگ به اصطلاح پشتش نشسته بود، با اسلحه به مردم شلیک میکنن، قمه میزنن مردم رو، بچه ها رو کتک میزنن توی خیابان ها، به بچه تو زندان ها به بچه ها تجاوز میکنن، دختر و پسر. هیچ کس باور نمیکنه، ولی مرگ ندا آقا سلطان و اون صحنه هایی که بچه های ما از ایران اون رو به وسیله گوشی های تلفن مخابره کردن، تازه فیسبوک و توییتر را افتاده بود، هیچ کس باور نمیکرد که ایرانی ها بتونن به این سرعت از این وسایل استفاده کنن برای بدنام کردن بیشتر رژیم روزخان ها. حالا برمیگردیم سر مسئله اصلی. امروز به مناسبت بعثت پیامبر اعظم به قول آقایون پیامبر اسلام، آقای خامنه ای رهبر انقلاب اراذل اوباش هیئت دولت و مقامات عالی رتبه بود که شما نگاه دیدید عکس وزیر نفت ایران آقای رستم قاسمی رو در اوپک دیدید، خجالت آور بود، یه تیکه از موش رو آورده اینجا تو پیشونیش و خیلی سکسی بود، سکسی تر هم شده. یعنی شما یه هیولای رو روی تصاویر تلویزیونی و گزارشات جهانی میدیدی از رستم قاسمی، آدم خجالت میکشید که این مردک بدون اینکه یک کلمه زبان انگلیسی هم بلد باشه اینجوری نشستی رو جلو دوربین، من باور کنید خجالت کشیدم به عنوان نماینده ایران در اوپک. حالا میخواست رئیس اوپک هم بشه و نه این عکسای خوبشه، این عکسای این مثل این عکسایی که من نگاه میکنم مثلا یاد چی بگم تونی کورتیس میفتم، یاد نمیدونم، نه این خیلی زیباست، نه اون عکس اصلا من فکر کردم اینجاش اشکالی پیدا کرده تو پیشونیش، این وشتو این موهاشو جمع کرده و آورده رو پیشونیش که سکسی تر نشون بده، ابهتش بیشتر بشه. نمیدونید حیف که نیست الان این عکس ها تو یه فیلم من دیدم، عکس تکیش نیست که وارتان ازش استفاده کنه، ولی خیلی بانمک بود، خیلی بانمک. حالا اینا رو همین اراذل اوباشو جمع کردن به اسم هیئت دولت، نمیدونم دولت مردان جمهوری اسلامی از مثلا از سپاه فکر کنید، آقای رحیم صفوی و عزیز جعفری و همین اراذل اوباش نقدی و سردار نقدی، بله، بعد همین اینا، بعد احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، این آخوندا همه جمع شدن و مقام معظم روزخان بزرگ براشون سخنرانی کرده به مناسبت بعثت پیامبر اسلام. حالا ببینید چی گفته ایشون. به گزارش تابناک
رهبر معظم انقلاب با تبریک عید بزرگ مبعث به ملت عزیز ایران و امت اسلام فرمودند رویکرد پرتراوت ملت‌های مسلمان گوش کن به دین محمدی نشان می‌دهد ملت‌ها در سایه تجربه‌های متمادی دریافتند که مکتب‌های مادی شرقی و غربی در برآوردن نیازهای حقیقی بشر ناتوان و عقیم‌مندند و فقط تعالیم بعثت می‌تواند بشر را به سعادت و پیشرفت واقعی برساند. همین مصری‌هایی که براتون گفتم، این ریشوهای مصری، سلفی‌ها و اخوان المسلمین، تو همین مدت کمایی که حسنی مبارک رفته، یه دیکتاتوری که واقعا باید میرفت و باید آزادی برای ملت میموند، همین ریشوهای دروغگو همه چندتاشون دماغاشون عمل کردن، مثل آدم رستم مثلا قاسمی که میخواد حالا مثلا خوشگل بشه، تونی کورتیس رو نمیدونم، چند تا هنرمند، حالا من چه نمیدونم چرا تونی کورتیس افتاده امشب تو دهنه. حالا بگذاریم، خیلی زیبا خودشو نشون بده و یه مرد خیلی خوش قیافه، شما فکر کنی این سلفی ها و این ریشو ها رفتن یکی یکی شروع کردن دماغاشون رو عمل کردن و لپاشون رو عمل کردن و نمیدونم قبقبا رو از بین بردن، همین سلفی ها و اخوان المسلمین، یکیشون توی پارکینگ اتومبیل در قاهره در حال تجاوز شنی به یه دختره بدون که زنش باشه، نامزدش باشه، طوری که مامورین پلیس گفتن در وضع فضاحتبار و شنی ایشون رو گرفتیم و کارهای دیگه، چجوری حق بازی کردم، درست مثل جمهوری اسلامی دیگه. حالا ایشون داره، آقای رئیس روزخان ها داره میگه اینا شرقی و غربی رو امتحان کردن و حالا این انوار مقدس اسلامه که در تمام منطقه تابیده و اینها همه کپی برداری کردن از انقلاب شکوهمند 57 به رهبری امام خمینی. ایشون میخواد اینه بگه، در حالی که همه ما میدونیم همه این آدم، این انقلابات به قول ایشون انقلابات اسلامی، همه زدن تو پوزه آخوندهای ما و گفتن ما حکومت خمینی و حکومت فعلی ایران رو قبول نداریم و کپی برداری نمی کنیم. اینا همشون گفتن، ولی این مردک روزخان بزرگ کاری نداره به این حرفا، اون حرف خودشو میزنه. حضرت آیت الله خامنه‌ای با دعوت مجدد، گوش کنید همینان، از ملت‌ها برای تفکر در این واقعیات آشکار خاطر نشان کردن منشأ همه مشکلات تسلط نظام سلطه بر جهان و وجود دو قطب سلطه‌گر و سلطه‌پذیر است که راه حل آن نیز خروج ملت‌ها از موضع سلطه‌پذیری و بی‌تحرک است. حالا رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش بی‌وقفه زورگویان جهانی برای کنترل و منحرف کردن انقلاب‌های ملت‌های منطقه افسودند ملت‌ها با تکیه بر گنجینه خدادادی تفکر و خرد و حسن ظن به وعده‌های نصرت پروردگار روی پای خود بایستند و با مقاومت در برابر سلطه‌گران سرنوشت خیش را رقم بزنند. ایشان عزت و اقتدار ملت ایران را، ملت بزرگ ایران را نمونه روشنی از نتایج ایستادگی و مجاهدت خواندند و با اشاره به همدستی زورگویان جهانی برای مقابله با جمهوری اسلامی افزودند در 33 سال گذشته ملت فهیم و کشور عزیز ما بی وقفه در معرض توطئه همه قدرت‌های جهانی بوده تا شاید این نمونه زنده ایستادگی و پیشرفت در چشم دیگر ملت‌ها الگو نشود. بله، بعد رهبر معظم انقلاب در جای دیگه ای فرمودن که ایشان به دشمنان نظام تاکید کردن از تجربه های ناکام مقابله با ملت مجاهد و صبور ایران درس بگیرن و بدانن که تکبر، خود بزرگ بینی
و طبقات بیجا در مقابل ملتی که ایستادگی و وحدت را از قرآن آموخته و خود را شناخته است را به جایی نمیبرند. ایشون در خاتمه رئیس روزخانه فرمودن رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سیاست دشمنان اسلام برای ترساندن شیعه و سنی از یکدیگر وحدت را نیاز مبرم دنیای اسلام برشمردن و با انتقاد شدید از تفرقه انگیزی برخی عناصر افسودن کسانی که اصلا اسلام را قبول ندارند و تشیع و تسنن را اصولا نمیشناسند بر اساس خواست سرویس های جاسوسی سلطه‌گران از توسعه تشیع ابراز نگرانی میکنند و آتش تفرقه. من حالا جواب میدم و در پایان ایشان ملت ها را به خردورزی دعوت کرد. اما حالا شروع میکنیم. در سایت الف ما بعضی شبا دوستان ما حالا بگذاریم وارتان حواست وارتان اینا پیش منه آن اوکی آقای لاریجانی برادران لاریجانی یعنی اون که رئیس قوه قضاست قاضی القضات جمهوری اسلام یکیشون هم که رئیس قوه مقننه است یعنی رئیس مجلس یکی دیگرشون رئیس جامعه حقوق بشر دادگستری ایران خوشتون اومد اینا گزارشی که نوشته شده اینه چند روز پس از انتشار اسنادی درباره فساد مالی برادران لاریجانی سایت الف افشای این سندها را به حامیان احمدی نژاد نسبت داد و خواستار آن شد که برادران لاریجانی در مورد این اسناد توضیح بدن. این سایت متعلق به احمد توکلی در یادداشت نوشته است که انتشار این اسناد نشانه های آشکار تلاش جدی برای به ظاهر انتقام از مسئولین قوه قضاییه و در باطن به انحراف کشاندن مسیر پاکسازی و مبارزه با فساد است. حالا در این اسناد همیهنان گرامی آمده که بسیاری از این برادران نامحترم لاریجانی حدود 300 هکتار از بهترین زمین‌های دولت را سال‌هاست تصرف کرده و وزیر جهاد کشاورزی قبلی زورش نرسیده و تا کنون وزیر فعلی نیست نتوانسته از کاری کند و اینها همچنان نتونسته کاری بکنه قانونی از مجلس بگذرونه بر علیه این برادران که این زمین ها 300 هکتار زمین رو از اینا پس بگیره. رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه، رئیس حقوق بشر سازمه اینا اینجا نگاه کنید ستایشون نشستن جلو. خجالت آور واقعا برای اون مملکت. 300 هکتار زمین رو آقایون کشیدن. نگاه کنید میخندن به ریش روزخانه ها و به ملت که نه چه عرض کنه ملت به ریش اینا خندیده قبلا 300 هکتار زمین ها رو خوردن. حالا اینا همش در اثر اون خردورزیست که رئیس روزخانه بهش اشاره کرده. احترام به تعلیمات قرآن اینا که مرده که رئیس روزخانه ها گفته اینا بله مقام معظم روزخانه رئیس روزخانه میگه خردورزی اطاعت از دستورات قرآن و تکبر نداشتن خود بزرگ بی نکردن اختلاف بین سنی و شیعه آقای رئیس روزخانه این آقایون هموطنان ما در بلوچستان در کردستان در ترکمن صحرا در بلوچستان بیداد کردید شما یا این رهبران اینا رو ترور کردید. و من چندین بار در این برنامه گفتم که اینا گفتن آقا به ما اجازه نمیدن ما در تهران در تبریز در مشهد در شهرهای بزرگ مسجد داشته باشیم اهل تسنن. مردک چرا دروغ میگی؟ صهیونیست ها با آمریکا و جهانخواران در پی اختلاف بین تسنن و تشیع نیستن شما هستید. من براتون پخش کردم اون مردکی که برعکس اسمش آقای دانشمند بهش میگن
که اینقدر به اندازه یک نوک سوزنم مغز تو کله پوکش نیست، بارها رو منبر به عمر به عثمان به اینا فحش میداد. ما 25 میلیون نفر اهل تسنن داریم در ایران، 20 میلیون تا 25 میلیون. بعد میگه صهیونیستا و نمیدونم سلطه‌گران میخوان اختلاف. کدوم اختلاف؟ این شما این که اختلاف انداختی تو مردم ایران. ما کی این اختلاف ها رو داشتیم؟ کی از کسی میپرسید آقا تو بهائی هستی، تو مسیحی هستی، تو یهودی هستی، تو سنی هستی؟ کی ما این چیزها رو داشتیم؟ آقای کسایی افتخار موسیقی ایران بود. آقای حسین عمومی اینجا یک توی با رادیو فردا یه مصاحبه کرده راجع به حسن کسایی که اولین بار رفته تاج اصفهانی رو دیده، به اتفاق تاج اصفهانی رفته دیدن آقای کسایی. این خودش آقای عمومی از استادای بزرگ الان هم در آمریکاست. میگه این ساز، این نیی که آقای کسایی میزد اصلا یه چیزی دیگه ای بود. کسایی افتخار آسیا، افتخار دنیا بود. اینطوری نیست که ما برخوردیم به این خانواده این آدم اجازه ندادن. ساعت 4 صبح جنازه این آدم رو بردن دفن کردن برای که مردم نیان در تشییع جنازش. حالا پسرش رو وادار کردن مصاحبه کرد، گفته که بله فرزند ارشد استاد حسن کسایی گفت، اینو تو آبناک نوشتی، تو آبناک دیگه مال آقای محسن رضایی، همشون راستگو هم. این که استاد کسایی شبانه به خاک سپرده شد توافق دو طرفه ای بود که بین خانواده و مسئولان بود. آقای کسایی شما به ما بگین مسئولان چی هست؟ من میدونم بادرش کردن فرزند آقای کسایی رو، اینا مجبورن این حرفا رو بزنن. چی بگن؟ بگن به ما اجازه ندادن، رفتن فشار آوردن شما مصاحبه کن، وگرنه قبر رو. گفته که چون ایشون وصیت کرده بود که در تخت فولاد اصفهان در کنار تاج اصفهانی باشه، اینا با رفتن حسن کسایی نصف جهان خاموش شد. اینو رادیو فردا یا بی بی سی نوشته. بله ببینید مردم نوشتن که این چه مقام والایی داشت، اجازه ندادن. ساعت 4 صبح ایشون رو دفن کردن. حالا میخوام چیزهای دیگه بگم. احمدی نژاد قراره تا آخر هفته بره برزیل. هزاران نفر از مردم برزیل، طرفداران حقوق بشر در برزیل در ریو دو ژانیرو تظاهرات کردن و گفتن احمدی نژاد نیا اینجا، جای تو اینجا نیست. توی که در مملکتت حقوق بشر به وضع فلاکت باری نقض میشه، اجازه نداری به برزیل بیای و در یک مجمع جهانی که جلسش در ریو دو ژانیرو شرکت کنی. اما اینو گوش کنید، همین اینا رو دارم براتون میگم در جواب روزخان بزرگ که میگه اگر به احکام قرآن احترام بذاریم، اگر خرد و عقل رو چراغ راهمون قرار بدیم، اصلا مشکلات بشر حل میشه. مردک دروغگو. مهدی سرخیز میگوید پدرش عیسی سرخیز 4 ماه است در بیمارستان بستری است و به رغم پایان دوران محکومیت هنوز آزاد نشده. مهدی سرخیز در گفتگو با رادیو فردا گفت پدرم 3 سال گروگان گرفته شده، شکنجه شده، زندان افتاده و انفرادی و در بدترین زندانهای غیر استاندارد بوده، طوری که 4 ماه است در بیمارستان قلب تهران بستری است و سرباز نگهبان هم گذاشتن و معادل 5، اینجا رو گوش کنی، معادل 5 برابر درآمدی که خانواده ما دارد به ما هزینه بیمارستان را تحمیل کردن. خوشتون میاد؟
حکومت عقلگرا، حکومت عدل علی، حکومت آقا امام زمان یه آدمی رو تو زندان شکنجه میده، بعد نوشته فقط 25% ایشون کلیه‌هاش کار میکنه، قلبش هم ناراحت، میفرستش بیمارستان، اونم با چه بدبختی باید ببرن بیمارستان. تمام هزینه بیمارستان که 5 برابر درآمد خانواده است میگیرن، از خانواده میرن به بیمارستان. جرم ایشون چیه؟ این که ایشون از آقای محسنی اژه‌ای که گاز گرفته ته شکایت کرده. گوش کنید، به گفته آقای مهدی سرخیز گفت سالهاست پدرم از غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی فعلی قوه قضاییه به دلیل اینکه گازش گرفته بود شکایت کرده، ولی هیچ ترتیب اثری نداره. هیچ جرمی نداره این آقای سرخیز. دادگاهش تموم شده، زندانیش تموم شده، رفتن یه پرونده 11 سال پیشش کشتن، دوباره نگرش داشتن. آقای رئیس روزخانه، عدالت علیه دیگه، حکومت آقا امام زمانی نیست، عقل و خرد دیگه. این ملت‌های دیگه باید یاد بگیرن از ملت ایران، ببینید چه بهشتی درست کردید براشون، بهشت. حالا اینا یادتونه میگفتن آقای ماندلا اومده تهران به رهبر انقلاب گفته که مقام معظم رهبرم، گفته رهبرم، به این رئیس روزخانه گفته رهبرم. حالا اسقف دزموند توتو میشناسینش که یکی از همراهان آقای ماندلا بود، کشیشه معروف همه جهان هم میشناسنش، چه انسان شریفیه. به جای اینکه بره تو کلیسا، افتاده توی جوامعی که ظلم میشه بهشون در هر کجای جهان، عکس العملشون. اسقف دزموند توتور از رهبران سرشناس مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی در پیامی از مقام‌های ایران خواست به اصلاحات تن دهند و زندانیان سیاسی را آزاد کنند. اسقف توتو گفته است اگرچه 3 سال پیش مطالبه دموکراسی و حقوق بشر در ایران سرکوب شد، اما آن حرکت الهام بخش تغییرات بی سابقه در منطقه شده است و تجربه آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که این گونه مبارزات سرانجام به ثمر می‌رسد. اینو رادیو فردا گزارش کرد. اسقف توتو از مراجع مذهبی ایران نیز خواسته با سرکوب، زندانی کردن و شکنجه تحت لوای دین مخالفت کند. آقای رئیس روزخانه، اینه ها، اینی که میگه دنیا با حیرت در از پیشرفت‌های علمی و همه ماش بربرداری میکنه، همه دلشون میخواد مدل ایران داشته باشن، این نتیجه شد. راجب مصر و تونس و اینام که خودتون میدین. یه گزارش دیگه شرماور همیهنان گرام، اینو روزنت مصاحبه کرده با چند نفر از خواهران و مادران باهایی که فرزندانشونو، دخترانشونو چند سال قبل به جرم باهایی بودن اعدام کرد. یه گزارش این لازمه بخونم براتون. آنها هیچ فعالیت سیاسی نداشتند و فقط به خاطر اعتقادات دینیشان اعدام شدند. این مطلب رو خانم فرشته قاضی نوشته، خیلی قشنگ می نویسه این خانم فرشته قاضی در روزنت. با آنها گفته بودند یا اسلام یا اعدام، و آنها در بیخبری خانواده ها اعدام شدند و جنازه هایشان نیز به خانواده ها تحویل داده نشد. این سخنان خانواده های زنان و دختران بهایی است که 28 خرداد 1362 قبل از کشتارهای 67 اول از بهایی ها شروع کردن در شیراز اعدام شدند. اکنون با گذشت 29 سال خانواده های منا محمود نژاد و مهشید برومند، دو تن از این اعدام شدگان، در مصاحبه با روز میگویند در انتظار روزی هستند که مسئولان شجاعت اعتراف به اشتباهاتشان را داشته باشند و رسما بگویند که اشتباه کرده. حتی اینا انقدر سعه صدر نمیگن جنایت، میگن اشتباه. این اشتباه است، این اشتباه است.
مونا محمود نژاد 17 ساله، 16 سال و چند ماهش بوده، 17 سال هم نشده بود. اختر ثابت 25 ساله. رویا اشراقی 23 ساله. سیمین صابری 24 ساله. مهشید نیرومند 28 ساله. زرین مقیمی ابیانه 29 ساله. شیرین دالوند 27 ساله. طاهره ارجمند سیاوشی. نصرت غفرانی یلدایی 56 ساله. و عزت اشراقی جانمی 10 زنی هستند که 28 خرداد 62 اعدام شدند و دو روز پیش از آنها 6 مرد باهایی که از بستگان این زنان بودند نیز اعدام شد. مونا محمود نژاد دانش آموز دبیرستان بود و در حالی اعدام شد که 3 ماه قبل یعنی 22 اسفند 61 پدر او نیز اعدام شده بود. مهشید نیرومند هم در دانشگاه فیزیک خوانده بود و به گفته خانوادش به کودکان بهایی آموزه‌های دینی را درس می‌داد. توجه کردید همین؟ یه بچه 17 ساله رو بهش گفتن یا مسلمان شو یا اعدام. و این بچه گفت آخه من چرا باید دین پدرم و مادرم رو ترک کنم؟ چرا باید اعدامش کردن؟ میتونید باور کنید؟ میتونید باور؟ برید روزنت بخونید مصاحبه مادرشو، دختر خواهرشو و مادرشو. پدرشو 3 روز قبل اعدام کردن، بعد خودشو. و به مادرش این جالبه گفتن تو رو نمیکشیم، تو رو آزاد میکنیم تا در مرگ شوهرت و دختر 17 سالت همه عمر زجر بکش. اینا نمایندگان الله هستن بر روی کره زمین. عمیانانی گرامی، اینا حکومت آقای امام زمانه. این مرده که دروغگوی رهبر میگه ما میخوایم در جهان نمونه باشیم برای اینکه همه حکومت ها به ما قبطه میخورن. این جانیا که در عرض یک مدت کمی 3.5 میلیارد دلار پول ملت رو خوردن، تو آدگاه تشکیل دادن، هی دارن میگن تقصیر اینه، تقصیر اونه، تقصیر اون. اینایی که اومدن گفتن، مردم رفتن تو خیابونها گفتن مرگ بر شاه، که شاه بره، حکومت آزاد در ایران، خودشون میگن دیگه. خب این حکومت آزاد درست کردن برای ما. یه آخوند روزخون نمیدونم 10 تومانی رو نشوندن اون بالا و او برای ما فرمان میده، به مجلس تشر میزن. امروز دیروز آقای مهدوی کنی، این مردک جانی که چند قدمی مرگ، گفته مجلس خبرگان برای این درست نشده که رهبر انتخاب کنه بهش بگه تو چیکار کردی، چیکار باید بکنی، وظایف چی. نه، ما باید سپر رهبر باشیم. رهبر رو انتخاب کردیم، حالا ما باید طوری باشیم که هر اتفاقی که میخواد برای رهبر بیفته و لطمه بزنه به ایشون، ما سپرش باشیم. خوشتون اومد؟ آقا وحید و آقای نمیدونم حجازی و سردار نقدی و بفرمایید مهدوی، نظارت خبرگان حفظ و حراست از رهبر است. مرسی بارتان جان، نگاه کنید. بله، ملت انقلاب کرد که این روزخونا بیان، اراذل اوباش هم بیان بشن سرتیپ و سرلشکر و سپهبد، حال ندارن سپهبد، ملت رو تاراج کنن، به زنا تجاوز کنن، به پسرا تجاوز کنن، مملکت رو به فساد بکشونن. یکیشون گفته، آقای هاشمی ثمره گفته برید تو خیابونا ببینید شما، اصلا مردم از این حکومت ناراضی هن، اصلا سری از آثار تحریم میبینید. دلیل هم آورده، گفته قبلا تعداد اتومبیلا مثلا بود فرض کنید 4 میلیون، حالا شده 8 میلیون. پس این نشون میده مردم واسه خوبه دیگه. یکی نیست از این مردک بپرسه خب 8 میلیون، نه 15 میلیون. آخه مردک 75 میلیون جمعیت اون مملکته، خب پس بقیه چی؟ حالا 15 میلیون تو تمام ایران اتومبیل است. خب اتومبیل، این نشونه این که مردم ایران خیلی وضعشون خوبه. امان مردم بریده شده، دارن میگن آقا هیچ، ما قادر نیستیم دیگه. یه زمانی بود، من یادمه، در نزدیکی منزل ما یه قهوه خانه بود که این کارگران ساختمانی می اومدن دیزی می خوردن و
و منم خیلی برام جالب بود، این قهوه خانیه آشنا بود با من، من خوشم میومد. میدم بعضی وقتا که من تنها بودم یا دوستانم بودن، سفارش میدم دیزی میآورد برای ما میآورد. باور کنی خیلی ترتمیز میچید این دیزی ها رو، یه قهوه خانه خیلی مشهوری هم بود. حالا آقا این کارگرها میومدن نون و پنیر انگور میخوردن، دیزی میخوردن، میگفتن آقا مرد این غذای عمله هاست، اینو میگفتن کارگران ساختمانی. حالا شما برای خوردن دیزی باید درآمد ماهیانتون بالای 2000 بالای 2 میلیون و نیم باشه تا بتونید توی خانواده 3 نفری دیزی بذارید. اینا رو برای من ایمیل میکنن، نوشته همه اقلام یعنی مایحتاج مردم خوراکی رفته بالا جز تخم مرغ. حالا چه تخم مرغ نرفته نمیدونم، همه چیز. این یارانه نان رو 5000 تومان اضافه کردن، چون میگن دولت قادر نیست جلوی گرانی نان رو بگیر. دیگه رژیم بهتر از این میخواست این هم یارانه گرامی؟ آزادی که در حد سوئیس، زندان به به چه خودشون میگن دیگه، میگن هتل درست کرد. شکنجه اصلا وجود نداره، هیچ. اعدام، همه ادیان برای خودشون در کمال آرامی و آسایش به تبلیغات دینیشون پرداخت. مملکت آباد آزاد. اهل همیهنانی گرام، خجالت آوره واقعا. نوشته ثمره هاشمی همین مرده که گفته برین تو خیابونا ببینی، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حدود 7 سال گذشته دستاوردهای چشمگیری در عرصه پیشرفت‌های علمی داشته است، خاطر نشان کرد امروز و بر اساس اعلام منابع رسمی جهانی سرعت پیشرفت علمی ایران حدود 13 برابر متوسط سرعت پیشرفت علم در جهان است و ایران در این سالها در عرصه‌های مختلف تکنیکی و فنی به پیشرفت‌های بزرگی نائل آمده. میگن گفتم به مولا نصرالدین یه دونه چوب داد زد زمین، گفت اینجا مرکز کره زمین. گفتم مولا از کجای نمیگی؟ گفت میگین نه برین زر کنین، متر کنین. آقای ثمره هاشمی میگه ما 13 کشور هستیم در امور پیشرفت‌های تکنیکی، 13 برابر. حالا که اصلا وزیر اقتصادشون گفته ما 17 قدرت اقتصادی جهان هستیم، 17 قدرت اقتصادی. بعد گفته که همین آقای ثمره وی اضافه کرد در سالهای اخیر در عرصه تولیدات صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تولید سیمان ظرفیت تولید خود را به بیش از 2 افزایش داده و در عرصه خودکفایی تولید فولاد قدمهای بسیار بلندی برداشته و به یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده خودرو تبدیل شده و در حالی که مجموع صادرات پتروشیمی ایران در ابتدای دولت نهم 7 میلیارد بود، در سال 90 این رقم به 45 میلیارد دلار رسید. میبینی چقدر دروغ میگه؟ میگه 45 میلیارد دلار ما محصولات پتروشیمی صادر میکنیم. بله. 5000 مهندس کشاورزی در آذربایجان شرقی بیکار شدند. این گزارش روزنامه. 5000 تا. اینا رو روزنامه‌های خود ایران نوشتن همینان. اما 10000 طلبه در قم آماده ورود به صحنه حکومت هستن. خوشتون اومد. اینا همینه میخواستن. مسکو هم که میدونید امروز فردا جلسه ادامه داره، یعنی از ساعت 12 امشب که به وقت اروپاست. همه میدونن که اینا دوباره اومدن در اون جلسه دبه کردن، چون رهبر گفت اینا خیال میکنن تا بیان تو جلسه تمام تحریم ها برداشته میشه و این آقایون خوشخوشانشونه. آمریکا در داخل هم میگن دیدیم آمریکا و نمیدونم صهیونیستا و استکبار جهانی رو وادار به عقب میشه. اینا گفتن نه آقا این خبرها نیست، شما اگر اجازه بدید پارچین زیر نظر آژانس باشه، فوردو رو کنترل بکنن، 20% غنی‌سازی اورانیوم رو بیانی به 3.5%، اینایی هم که تا حالا غنی کردید تحویل بدید به مجامع بین‌المللی تا
تازه اون موقع از اول تیر ما که ما قرار نفت ایران رو تحریم وسیع بکنیم نمی کنیم. اینه که اینجا آقای حسین موسویان سفیر خیلی محترم اینا که در آلمان دستش به خون هیچ کس آلوده نبوده، اصلا تو این جریانات نبوده، میگه که این غربی ها انتظار دارن از ما الماس بگیرن بهمون بادون بدن. اینه میگه ایشون. اونا هم همینه میگن، همینه گرون. اونا هم همینه میگن، میگن شما امروز هم آقای پوتین و آقای اوباما مشترکن یه اعلامیه دارن دادن. ببینین آقای پوتین گفت چی گفته. ساعتی پس از پایان نخست گفتگوهای اتمی مسکو، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور بیانیه مشترک خواستار عمل کردن ایران به تعهدات بین‌المللی خودشون شدند. اوباما و پوتین که برای شرکت در کنفرانس گروه 20 در مکزیک به سر می‌برند در این بیانیه مشترک تصریح کردند ما در این امر اتفاق نظر داریم که ایران باید اقدامات جدی به منظور بازگرداندن اعتماد بین‌المللی به ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود انجام دهد. معلومه همیهنان گرامی، معلومه که چینیا و روس‌ها در نهایت این ایران رو کنار خواهند گذاشت، نه آمریکا و تمام کشورهای اروپایی رو. 27 کشور اروپایی و ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، اینا رو همه میذارن به خاطر ایران؟ این احمقانه است. یه همچین تصور ابلهانه ای. خبرنگار آمریکایی مال نیویورک تایمز آقای نیکولاس کریستوف رفته ایران، میگه من هر جا رفتم از من استقبال کردن به این که تو آمریکایی هستی. وقت برای این اقامت ما طولانی شد که مردم شبا هر شب ما رو دعوت میکردن به منازلشون و میگفتن بیای منزل ما و گفته عجیبه مردم دو فرمه اجرا عمل میکنن. به محض این که ما دوربینامون روشن میکردیم میگه حرفاشون 180 درجه عوض شد. بعد به ما میگفتن آقا نمیتونیم جلو دوربین حرف بزنیم، ولی ما بدبخت شدیم اینا اینجوری کردن. فقط میگه در دهات شما میرید اینا که یارانه میدن، اونم هنوز نمیدونن که اوضاع چگونه خواهد بود. میگه اون دهات ها و شهرک ها هنوز یه طرفداری های میکنن از اینا، ولی مردم شهر ها اکثرا علنن میگه در مشهد، در تهران من با هر کی صحبت کردم اینا گفتن آقا فشار روز به روز بیشتره، ترس بیشتر شده و مردم بدبختر و بیچاره تر شده. سپاسگزارم همیهنان گرامی که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.